برای آرزوهای محال خیش میگیریم. برای آرزوهای محال خیش میگیریم، اگر اشک نماند در خیال خیش میگیریم. شب دلکندنت میپرسم آیا باز میگردی؟ جوابت هرچه باشد بر سوال خیش میگیریم. نمیدانم چرا، اما به قدر دوستت دارم که از بیچارگی گاهی به حال خیش میگیریم. اگر جنگیده بودم دست کم حسرت نمیخوردم، ولی من بر شکست بیجدال خیش میگیریم. بگردم حلقه میبندند یارانو، نمیدانند که من چون شم هر شب بر زوال خیش میگیریم. نمیگیریم برای عمر از کف رفتم، اما به حال آرزوهای محال خیش میگیریم. ها، بسیار زیبا، بسیار عالی، تشکر، یک جهان ممنونتون و صبحتون بخیر. خوش آمدین به برنامه. میشه که یک معرفی کوتاه شما داشته باشیم؟ سلام خدمت شما، صبح زیبای شما همچنان بخیر باشه. من مریم ماندگار هستم، نویسنده و بسیار کلیماتور. خوب. خانم مریم، بازم خوش آمدین به برنامه. و قسمی که ما در ابتدای برنامه شنیدیم، شما دکلماتور هستین، شعرم نوشته میکنین گاه گاهی؟ شعر نوشته میکنم، ولیکن خیلی کم، زیاد رمان نوشته میکنم و یک کتاب هم به چاپ رساندیم که رمان خاطرات ماندگار میباشه و جدا از او دو کتاب دیگه هم در دسترس است که انشاءالله به زودی به چاپ میرسه. آها، میخواییم در کل از شما معرفی داشته باشیم. خانم مریم کی هست؟ مریم ماندگار کسی هست که خیلی از روایت های چهار سمت سوی خود که میدید، بنوهایی که همیشه دردمند بودن و همیشه صداهایشان شنیده نمیشد، خواست که کسی باشه که صدای دیگه دخترای افغانستان هم بلند بکنه و یک کسی باشه که با نوشته های خود بتانه مو گپایی که به دل اونا میگذره به شکل تحریر در بیاره. آها، چقدر زیبا، چقدر عالی، انشالله موفق باشین. در ابتدا از کجا آغاز کردین تا باشه که یک دکلماتور خوب باشین؟ نویسندگی را من از مو دوران پایانی مکتب خیلی زیاد دوست داشتم، همیشه رمان میخواندم، همیشه مطالعه میکردم و همین فکر به سر آمد که اینقدر مطالعه میکنی، اینقدر میخوانی و اینقدر علاقمندی چیزا هستی، چرا خودت شروع نمیکنی و نمینویسی؟ و همین باعث شد که من هم آغاز کردم به نویسندگی. پس شما شعر می نویسین؟ بعضن می نویسم، خیلی کوتاه کوتاه، زیاد داستان نوشتم می کنم و دل نوشته زیاد نوشتم. داستانتون بیشترش واقعی است یا تخیلی؟ داستانای ما بیشترش واقعی است، چون ما در جای زندگی می کنیم و در شرایط هستیم که همه چیز رونما است و واقعی است، پس نوشته های ما واقعی است. چی باعث شد که شما هم نویسنده باشین، هم دکلماتور باشین و در پلوی اینا داستان نویس هم باشین؟ حتما یک انگیزه باعث شده. بله، یگانه چیزی که مرا وادار به این ساخت، وقتی که من در نمو دوران مکتب در بخش های انانسری سرفایلی های اشتراک میکردم و بعضن شیر میخواندم، خیلی زیاد مرا تشویق میکردن و میگفتن که صدای تو واقعا به دکلماتوری خوب است و همین تشویق ها و نظریات دوستا باعث شد که به دکلماتوری هم رو بیارم. یکی از شعرهایتان که خودتان نوشته کرده باشین یادتان است؟ فعلا به ذهنم نیست، چون زیادتر نوشته میکنم و میباشم فراموشته میشه. به نظر شما دکلماتور خوب کی است؟ دکلماتور خوب کسی است که جدا از این که خودش میخواد یک چیز بگویه، با کسایی باشه، با نویسنده هایی باشه، با شاعرایی باشه که اونا یک چیز زیادتر از اونا میفهمن و همی باعث میشه که هم دکلماتوریش خوبتر شه و هم بیشتر سر خود کار بکنن. چقدر خوب. در ابتدا زمانی که شروع کردیم به دکلمه، اولین شعری که انتخاب کرده بودین از کی بود؟ اولین شعری که انتخاب کرده بودم و خواستم که دکلمه بکنم، اگرچه خیلی دلهره داشتم که شاید مورد نقد قرار بگیره، و ما در دو کمیته هستم که کمیته ادبی چیستا هست و کمیته تصویر ادب. در همو وقتی که من خواستم دکلمه من نشر کنم، با هزار دل خواستم که مورا بگذارم، وقت ماندم، دوستا خیلی تشویق کردن و گفتن که استعداد شداری و میتونی که پیش بری از این بیشتر. در مورد داستان نویسیتان گفتین، تا حالا تکمیل شده و یا باقی مانده؟ تصمیم دارین که به چاپ برسانین؟ یکی از داستان ها را خود تکمیل کردم که امو خاطرات ماندگار بود و به نشر سپردمش که سال 1400 نشر شد. و دو رمان دیگه هم هست که نگار من و همچنان آرزوهای جامانده هست که نگار من تکمیل شده و فقط
منتظر ازی هستم که چی وقت به چاپ میرسه و کتاب سیومی هم در حال نوشتن هست. خب میشه اگه دکلمش دیگه تان داشته باشین؟ حتما. بله. خب. ابر میبرید بر آینده دلگیر من، خنده میزد کاتب تقدیر بر تدبیر من، اشک می آمد به استقبال ما وقت ودا، سخت می لرزید در چشمان او تصویر من، شرم اگر مانع نمی شد بیشتر می دیدمش، بگذرند ای کاش چشمان من از تقصیر من، با سخنچینی مرا از چشم او انداختن، ساده لوحان غافلند از آه پرتحصیر من، مصحفی هستم میان مکتب کشف فهمها، هرچی میخواهند میگویند در تفسیر من، هیچ ابری موجب خاموشی خورشید نیست، روسیا هست آن که کوشیده است در تحقیر من، ابر میبرید بر آینده دلگیر من، خنده میزد کاتب تقدیر بر تدبیر من. سپاسگزارم خانم مریم. برای ما بگوین که از دید شما کسی که نویسنده هست کدام نکات باید رعایت بکنه تا اینکه کتابش خواننده بیشتر داشته باشه؟ یک کسی که نویسنده هست باید از نوشتهش به شکل عامیانه باشه، خیلی کلمات مغلق در نوشته استفاده نکنه، چون خیلی ها هستن که شاید ادبیات نخوانده باشن و یا سطح سوادشان خیلی بلند نباشه. وزن کتابش باید نسبتا کمتر باشه به خاطر اینکه هر زمانی که ما شما وزن کتاب میبینیم بازم بس که خسته میشیم. بله، منصرف میشیم میگیم قدر زیاد کی میخوره. باید از نوشته خود به شکل خیلی کوتاه و واضح نوشته بکنه تا هم جلب توجه شوه و هم خواننده خسته نشه. در کتاب شما نوشتین فقط یک داستان درد شده و یا مختلف هست؟ نه خیر، در کتابی که من نوشته کردیم یک داستان هست و در بعضی از جاهایش امو شیرهایی را که همچنان دوست داشتیم ذکر کردیم. بسیار خوب، چقدر عالی. عکس العمل خانوادیتان در مقابل زحمتهایتان لیاقتهایتان چی هست؟ خانواده من خیلی زیاد سپاسگزار هستم، به خصوص از مادر جانم که همیشه تشویق میکنن و همیشه حامیم هستن و باید از هر خانواده همه قسم باشه تا مو استعدادایی که دخترها و پسرایشان داره شکوفا شوه. پس سوال شخصی شما بزرگ خانه هستین یا کوچک؟ من کوچک خانه هستم. خب پس نازنین هستین دیگه. بله. یعنی کار خانه رو سرتا نمیکنه؟ کار خانه رو میکنیم، جدا از کار خانه باز در مکتب هم تدریس میکنم و جدا از اونجا رشته قابلگیری همچنان میخونم. بسیار خوب. در مورد مکتب گفتین تدریس میکنین، کدام مضمون تدریس میکنین شما؟ فعلا اصول صنفی است، صنفای پایین است که تدریس میکنیم و صنفای اول دو سه هست. ماشاءالله اینقدر مسئولیت دارین، پس طبعا یک تایم مشخص میسازین تا اینکه دکلمه بکنین، شعر نوشته کنین، داستان نوشته کنین، حتما کدام تایم مشخص دارین؟ کدام تایم است؟ برای درس جدا وقت است، برای درس خواندن خودم جدا وقت است و به خاطر دکلمه از یک ساعت یا دو ساعتی که در کمیته می باشیم کوشش میکنیم از او یک چیزی که بیاموزیم و به مو اندخته های ما افزوده شود. در تقسیم اوقات روزانه تان کدام کارا رو درج کردین؟ در تقسیم اوقات روزانه خب صبح و وقت که بعد از نماز کارهای خانه است، تا ای که وقت پهنتون شد و بعد از اونجا که رخصت شدم صرف غذا هست، بعد از او مکتب هست و بعد از او هم کارهای شبانه. گاه گاه شده که متواتر نتانسته باشین رسیدگی کنین به مو سیستم تقسیم اوقات؟ بعضا میشه، چون انسان خسته میشه و همیشه در حالت از اینه میباشه که اون کارهای خود قسمی که هست همیشه پیش ببره. بعضا آدم خسته میشه، باز وقفه ایجاد میکنیم. بسیار خوب. پس میخوایم یک دکلمه بسیار کوتاه از شما داشته باشیم، ولی یک کمک بلندتر بخوانیم که ببینیم در مورد چی هست و کدام از کدام شاعر است. در مورد دکلمه تارم صحبت بکنیم، چون دو دکلمه که شما به ما تقدیم کردین نفهمیدیم که از کدام شاعر بود. شعرهایی که قبلا که من خواندم یکیش از مرتضی بود و دیگه‌اش از فاضل نظری بود. بسیار خوب. و یک شعر دیگر هم تقدیمتان میکنم. امید ما دوست. از کدام شاعر است که میخواین حتما بخونیم؟ پیدا کردین یا نه؟ پیدا میکنم. حتما شعرها زیاد است. شعرها زیاد است. انتخاب نمیتونه کدام شد. دقیقا. یک شعر است از حسین مهمان پرست، به خانش میگیرم.
افتاده پشت معرکه غم کلاه من، پوشانده شهر را مه سرد از آه من. از ذهن می شود متولد به زور درد، یا سقط می شود غزل پا به ماه من. تقویم 27 آذر نداشت کاش، هرگز نبود آمدنم دل بخواه من. هرچی که بوده بین من و تو تمام شد، باید که از تو چشم بپوشد نگاه من. از عشق توبه کردم اما هنوز هم مانده است رد پای تو در هر گناه من. هرچند حال و روز دلم روبراه نیست، هرچند حال و روز دلم روبراه نیست، جفت است کفش های سفر روبراه من. دیگر صلاح نیست بمانم کنار تو، بترود ای درست‌ترین اشتباه. به به، بسیار زیبا، بسیار مقبول. خیلی سپاسگزار هستیم از شما بانو مریم که تقریبا ما سر شما 3 دکلمه خواندیم. خب با تشکر میکنم از اینکه آمدین به برنامه، دعوت ما رو پذیرفتین، خیلی خوشحال شدیم. اگر پیامی داشته باشین کاملا در خدمتتون هست. با معذرت به عزیزایی که میخواین به یک جایی برسن، 3 چیز حتما مد نظر بگیرن. با گذشته هیچ وقت فکر نکنین، چون همیشه شما را ناراحت میسازه. با آینده هم خیلی زیاد فکر نکنین، چون هنوز نیامده. هرچی هست همین لحظه هست، خوش بگذرانین و توکلتان به خداوند کنین، همه چیز رو برا میشه. سلامت باشین، بسیار پیام زیبا و عالی. انشالله با امید موفقیت های بیشتر شما. سلامت باشین، تشکر از اینکه دعوت کردین، لطف دارید. سلامت باشین. گران دوستان، د تاسو نه هم ډیر زیات مننه کوم چې تر دې دمه پورې له موږ سره وایه. موږ نور برخې هم لرو، د هغې هم په تمه اوسیږئ. راځئ چې لنډه دمه واخلو او بیرته راګرځو استودیو ته. الهی رایگان مگذار ما را، به دست این و آن مگذار ما را. کرم پروردگانیم ای خداوند، به لطف دیگران مگذار ما را. الهی هرچه شایان است آن کن، نمی گویم چنین کن یا چنان کن. چه داند بنده اسرار خدایی، خدا را هرچه می زیبد همان کن. خدا را هرچه می زیبد همان کن. بسم الله الرحمن الرحیم. هموطنان عزیز سلام، صبحتان بخیر. انشالله که خوب و صحتمند باشین و صبح را به خوبی و خوشی آغاز کرده باشین. در بخش دوم برنامه گلبان قرار داریم و خوشبختانه مهماندار هستیم و موضوعی را که انتخاب کردیم رویش صحبت داشته باشیم، نقش جوانان در جامعه، نقش جوانان البته در جامعه است و اینکه جوانان چقدر مسئولیت در قبال جامعه و در قبال وطنشان داره. با جناب استاد احمد نوید نادری بیشتر صحبت می داشته باشیم. اما قبل از همه سلام، صبحتان بخیر نادری صد. عرض سلام خدمت شما رئیس صاحب بزرگوار، بینده های عزیز برنامه گلبانک و همچنان همکاران شما. بخیر سلامت باشین، خوب هستین انشالله؟ الحمدلله خوب است. شما بخیر آمدین، سلامت باشین. استاد صبح چگونه آغاز کردین؟ والا همه روزه خود طبق معمول صبح را باید به شادمانی و خوشی و خوشبختی باید به آغاز بکنیم. امروز هم طبق معمول خوب بود، خوب آغاز کردیم. ورزش میکنین گاهی اوقات استاد؟ نظر به فرصت دیده بله، بعضی اوقات ورزش میکنیم، اما طبق معمول تو به تقسیم اوقات که باید بکنیم بنا به مصروفیت ها نمیشه. خب پلان داریم بخیر امور هم ترتیب بکنیم، اما کم کم بعضی وقت فعلا ورزش میکنیم. چی ورزش میکنین استاد؟ والا از ما فلاقه من نیم و همون بخش های به اصلاح جیم از دگه. بسیار خوب، زیبایی اندام بسیار. خیلی خوب است، خیلی خوب است استاد. ما حداقل ما هفته 3 روز هم که ورزش کنیم کفایت میکنم. بسیار مفید است روی کنترل استرس و روی همون قدر در طول هفته که خسته می باشه بدن، با ورزش کردن تمام اون خستگی ها از بین میره و رفع میشه. خیلی خوب استاد، موضوعی که انتخاب کردیم در رابطه با جوانان است. از شما میشنویم به عنوان مقدمه یک تعریف داشته باشین که جوان کی است. ما به کی گفتم میتونیم جوان؟ خب بسم الله الرحمن الرحیم. جوانان یعنی افرادی هستند، اشخاصی هستند، یک نیروی بسیار قوی، یک نیرویی که میشه بالاشان اعتماد کرد در اجتماع. البته نقش بسیار مهم و نقش بسیار اهم و بزرگ را در اجتماع به اصطلاح ایفا میکنند. در کل ما به جوانان به اشخاصی گفته میتوانیم، یعنی از لحاظ سن سال و از لحاظ
از طول عمر، یعنی در وسط عمر خود به اصطلاح از لحاظ سن سال در از 15 به بالا به اصطلاح بگوییم برش جوان میتونیم بگوییم تا الای 30-35 الای 35 ما برشان میتونیم جوان بگوییم و اینها از لحاظ سن در کاتگوری جوان ها به اصطلاح در اجتماع محسوب میشه و امید مردم از جوان ها نسبت به سایر افراد مثل از نسبت به کهنسالا و نسبت به نونهالان و نوجوانا امید مردم از جوانا بیشتر است. بنابراین که در یک لحظه اساس عمر خود در یک سن سال اساس عمر موقعیت داره و از هر نوع امتیازات یا به اصطلاح امتیازات و از هر نوع توانایی ها این جوانا برخوردار هستند، به این اساس که امید مردم هم از جوانا بیشتر است. بله. جناب استاد، حالا ویژگی های یک جوان چی ها میتونه باشه؟ خب از لحاظ شرعی اگر ما روی از او بحث بکنیم، جوانان مخلص و جوانانی که ویژگی های خوبی داشته باشه، در قدم اول زمانی که یک جوان مسلمان باید به اصطلاح باید صادق باشه، باید امانتکار باشه، باید به اصطلاح امو از موضوع شرعی که همان آموزش تعلیم و تربیه هسته و در این قسمت یعنی توجه بیشتر داشته باشه. در قسمت ورزش که بیشتر یادآوری کردیم، باید یک جوان هوشیار باید ورزش بکنه و چون که نظر به نصوص قرآن کریم و به حدیث یک یعنی یک انسان دانا و یک انسان توانا به مراتب بهتر و بالاتر است نسبت به یک انسان ضعیف و نسبت به یک انسان ناتوان و نادان. بنابراین جوانا چون در مرحله اساس سنی و عمری قرار داره، به این اساس توانایی هر کار را دارن، کارهای مثبت. همین توانایی هایشون بهتر از روی کارهای مثبت، روی فعالیت ها و عملکرد های مثبت به اصطلاح سوق بدن و استفاده درست و استفاده بزرگ از این عمر خود، از این توانایی فیزیکی خود، از این توانایی جسمی خود، از این توانایی علمی خود و بنابرای که تقریبا چندین سال را در حالت های به اصطلاح نوجوانی سپری کرده، یک تجربه برش حاصل شده، نظر به مو جوانی خود به شکل درست باید سپری بکنه و به جامعه پیش بله. بره. استاد، حالا رسالت یک جوان و مسئولیت یک جوان در قبال جامعه چی است؟ رسالت جوانان در قبال اجتماع، در قبال اجتماع ای است که باید در ابتدا باید اینها محافظ دین باشند، محافظ به اصطلاح آبرو و عزت مسلمان ها باشند، محافظ و نگهدار به اصطلاح شعائر اسلامی باید باشند از لحاظ شرعی و دینی و بعد در روی اجتماع وظیفهشان در اجتماع همان است در قسمت تعلیم و تربیه نقش بسزایی داشته باشند. در قسمت به اصطلاح در هر بخش در هر ابعاد مختلفی که در زندگی ما و شما به اصطلاح با او مواجه هستیم و سر کار داریم، جوانا باید نقش کلیدی داشته باشه، نقش درست داشته باشه و متوجه تمام اموراتی که در اجتماع و یک نقشی که مشخصاً از طرف اجتماع، از طرف دولت، از طرف به اصطلاح نهادها برای جوانا سپرده میشه، چه وظایف رسمی هستن و یا چه وظایف غیر رسمی سکتورهای خصوصی، اما وظیفهشان به شکل اهم، به شکل درست، به شکل صادقانه و پیش ببرن و خادم ملت و خادم مردم قرار بگیرن. بنابراین در کار خود، در وظیفهشان صادق باشن، راستگو باشن، امانتکار باشن و وظیفه که برشان سپرده میشه به شکل درست باید وظیفه را پیش ببرن. در لبالای صحبتاتون جناب استاد از دولت یاد کردین، حالا مسئولیت یک دولت چی است در قبال جوانان؟ چقدر باید از جوانان را تشویق کنن، حمایت کنن و به نظرتان آیا بالای جوانان ما سرمایه گذاری صورت میگیره یا خیر در شرایط فعلی؟ رئیس صاحب عزیز، سوال بسیار خوب است. ببینید، نیروی بشری، نیروی مادی یک کشور همان جوانایش است، به خاطری که پیامبر صلی الله علیه و آله در او زمان بیشترین مشوره ها را به اصطلاح از جوان ها میگرفت، مشوره میگرفت در جنگ ها وقتی که اشتراک میکردن از جوان ها مشوره میگرفت و رهبریت بسیاری جنگ های بسیار بسیار بزرگ بزرگ جنگ ها را به اصطلاح رهبریتش و فرماندهیش برای جوان ها دادن. مثلا صحابایی بودن، حضرت علی بن ابی طالب، حضرت به اصطلاح اسامه بن زید. اسامه بن زید یک جوانی بود 18 ساله، مثلا بالاترین
به اصطلاح فرماندهی جنگ که در مقابل ارتش روم بالاترین ارتش قوی ترین ارتش امو زمان بود، به اصطلاح فرماندهیش از طرف مسلمان ها به اسامه بن زید داده شد، جوان 18 ساله، در حالی که امروزه به جوان 18 ساله ما و شما اصلا اعتبار نمی کنند که یک مسئولیت بسیار کوچک اجتماعی را برش تسلیم بکنند. اما پیامبر صلی الله علیه به خاطری که جوانان را تشویق بکنه و همیشه عامی پشتیبان جوانان بود، برای جوانان وظیفه های بسیار سنگین واگذار میکردند، با وجودی که صحابای بسیار پرسال و بسیار کهنسال هم موجود بودند، بسیار صحابایی بودند که از تجربه خوبی برخوردار بودند، لکن به خاطری که جوانان را تشویق بکنه، چون جوانان هستند که نیروی بشری و نیروی سازنده یک حکومت اسلامی میتونه باشه، یک حکومت اسلامی و یک کشور اسلامی میتونه باشه، به این اساس اعتماد کرد برشان، وظیفه های بسیار سنگین و وظیفه های بسیار مهمی را برشان داد. پس وقتی که زمان پیامبر صلی الله علیه و سلم در او شرایط با وجودی که جوانا را وظیفه های بسیار سنگین برشان داده شد، پس امروزه برای جوانا زمینه های خوبتر و بهتر نسبت به او شرایط برشان مهیا است که جوانا خود از هر لحاظ برسانند و آگاه بسازند و متوجه شوند و مسئولیت دولت فعلی هم مسئولیت عموم دولت های اسلامی به اصطلاح دولت های غربی خوب برای جوان ها تا جای تا حد توان نقش بسیار بزرگی را امروز برشان دادن، از جوان ها استفاده بسیار مفید میکنن. اما دولت پیام برای دولت های اسلامی هم است که برای بالای جوان ها بیان اعتماد بکنن، برای جوان ها وظایف بسیار کلیدی و بسیار مهم دولتی را واگذار بکنن و در پلیس جوان ها را تشویق بکنن، برای جوان ها برای جوانایی که از تعلیم و تربیت دور هستند زمینه تعلیم و تربیت را، زمینه تجربه به اصطلاح تجربه را، از تجربه کاری را برشان مهیا و مساعد بسازن تا جوان ها در جامعه هم نقش بسیار خوبی را داشته باشه و همچون از طرف دیگر از فرار جوان ها که امروز ما می‌بینیم جوانای بسیار جوانای لایق و بسیار جوانایی که منکشف هستن و مخترع هستن، اختراع کردن چیزای بسیار جدیده، امروز از پیش ما و شما فرار میکنن، از کشور فرار میکنن و رو میبرن به کشورهای به اصطلاح غربی و کشورهایی که به اصطلاح کشورهای بیگانه و آنها هم از و هم از استعدادهای آنها و هم موجه استفادهای بسیار خوبی نمیشه، بنان در کارهای شاقه، در کارهای بسیار که اصلا لیاقت و شایستگی یک جوان نداره که کار بکنه، از او استفاده میکنن و مصروف کار میشه. استاد اما ایده فعلا هم هست که تشویق نمیکنن، بر علاوه تشویق نمیکنن جوانان را، بیشتر میخوان تخریب کنن و اصلا اعتماد ندارن بالای جوانان و اما بدون شک بالاشان تشویقشان نمیکنن و اعتماد نمیکنن بالای جوانان و ما امیدوار هستم که جوانان امروزی ما بیشتر و بیشتر تشویق شوند، چون واقعا اونا به تشویق ضرورت دارن و تشویق نیازمند هستن و اوی در جوانانی که میخواین از افغانستان براین و بدون شک یکی از دلایل شاید جناب استاد اما نداشتن کار و بیکاری باشه. دقیقاً. استاد در موردی بر ما بگوین که خواست جوان ها چی است؟ خواست جوان ها از حکومت، از مردم چی است؟ چی میخواین جوان ها؟ خب در کل خواست انسان، اگر ما بگوییم خواست عموم انسان ها را و خواست خصوصا خواست جوان ها را، خواست شانمی است زمانی که یک جوان به اصطلاح بزرگ میشه، دست و چپ راست خودم میشناسه، بعد به مرحله آموزش ابتدایی بالاخره دوره ثانوی بالاخره به درجات عالی و تحصیلات عالی را پیدا میکنه، تمامش همی به یک امید میبنده و امید به اصطلاح امید میکنه ای که ما بخوانم و فارغ شوم و در آینده ابتدا مصدر خودم برای خود به اصطلاح مصدر برای خود، بعد به فامیل خود، بعد بر اجتماع خود و بعد بر حکومت و دولت خود و بعد بر عام بشریت ما به اصطلاح مورد مصدر خدمت قرار بگیرم و خدمت بکنم. امی امید و امی آرزو را داره. در کل اگر در جزئیات بپردازیم، باز هر جوان به اصطلاح در قسمت تحصیلات وقتی به یک رشته خاص علاقه داره که بتونه از اون طریق، از طریق دکتری، از طریق انجینری، از طریق به اصطلاح استادی و از طریق بخش های مختلف باعث ازی شود که در اجتماع خدمت بکنه و مظهر خدمت قرار بگیره، طبعا معلوم دار است، مشخص است که هم از فامیل، هم از اجتماع، هم از بزرگا، هم از دانشمندا و هم از علل خصوص از دولت مردا و دولت توقع بسیار بزرگ دارد، توقع بسیار خاص دارد که بر از این زمینه کار مساعد بسازه دولت. باید دولت امروزی به باور ما و به اساس نظریه ما باید بیشترین سرمایه گذاری رو روی جوان ها باید بکنه، بیشترین سرمایه گذاری را، بیشترین کارها را برای جوان ها زمینش مساعد بسازه تا که قوه بسیار متحرک، قوه بسیار که به اصطلاح کار میکنه و به اصطلاح یک میتونه یک کشور را
نقش بسیار خوب در قسمت ساخت ساز کشور میتونه داشته باشه. جوانا به اصطلاح دولت به یا زمینه را باید مساعد بسازه، هر چیز زودتر به اصطلاح برای جوانان یک وزارت ایجاد شود به نام وزارت جوانان، گرچند هست اما در نام از وزارت اتحاد فرهنگ وزارت جوانان، مگم فعالیتی که به اصطلاح ما ببینیم تمام کارمندای از او به اصطلاح جوان از سنن از 15 الی 18 به اصطلاح بگویم شروع تا سنن نیست، یعنی اشخاص متفاوت دور هست. به اصطلاح دولت باید زمینه کار برای جوانای عزیز ما فراهم بسازه تا اینکه جوانای ما همه روزه برن و به کشورهای به اصطلاح مهاجر هجرت بکنن و به اصطلاح دل به دریا بتن و یک تعدادشان خوراک نیانگ ها و در ابحار شوه و یک تعدادشان به اصطلاح خوراک حیوانات وحشی در راه ها شوه و غیره، خطراتی که متوجه جوانا به اصطلاح در مسافرت هست و در کشورهای خارجی هستن، از این موضوع جلوگیری شه. حداقل دل بسوزنم به جوانایی که همینجا فامیلشان هست، همینجا کشورشان هست، مملکتشان هست، به اصطلاح جوانم انسان است، بعد مسلمان است، بعد به اصطلاح یک جوان تحصیل کرده است، حداقل به یک زمینه کار، یک زمینه رشد، یک زمینه ای که کسی صدایشان بشنود، کسی به اصطلاح بالا اینها باور بکنه، اعتماد بکنه که این هم جوان است، این هم انسان است، این هم حق و حقوق داره در جامعه ما شما، که باید در ابتدا اصلا امروز ما جوان تا جای ملامت هم فکر میکنم جوانای بیدانه، بلکه جوانای خوابرده را میگم هدف ما است که خودش دشمن خود است، ابتدا خودش به خود انگیزه بد میده، من نمیتونم، مرا نمیپذیرن، من توانایی کار ندارم، ما با او کار بسیار فاصله دارم. نه، وقتی که زمانی ما اقدام بکنیم و همین دیده برای خود، همین اطمینان برای خود بتیم، خود ما برای بالای خود اعتماد بکنیم که میتونیم، پس اولین راز موفقیت هر کار اقدام به او کار است. بله. فکر کردن مثبت به او کار است. اگر ما اقدام بکنیم، اگر ما فکر بکنیم که این کار میتونیم، پس حتما میتونیم موفق میشیم. وقتی که گام اولی را بر نداریم، در گام اولی وقتی که ما ناکام شویم، پس چطور گام دومی را برداشته میتونیم؟ بنابراین ابتدا جوان خودش برای خود انگیزه بده، خودش را تشویق بکنه، بر خود بالای خود اعتماد بکنه، بعد فامیل بالایش اعتماد میکنه. وقتی که خودش بالای خود اعتماد نکنه، فامیل چطور بالای از او اعتماد میکنه؟ پس ما خود ما دشمن خود هستیم، فامیل ما دشمن ما هست، بنان دوست و اقارب و خیش و قوم ما دشمن ما هست. به اصطلاح از لحاظ پیشرفت، یعنی برای ما امی که ما را به اصطلاح انگیزه نیک نمیده، تو نمیتونی، دیگر ها کردن که تو چی باید بکنی، این همی خود از این باعث میشه که اونها با ما با یک نوعی از دشمنی به اصطلاح همی هسته که تشویق نمیکنن، برعکس مخرب میکنن، تخریب میکنن انگیزه های ما و شما را، همو اهدافی که داریم به اصطلاح ما را ضعیف میکنن، تضعیف میکنن. بنابراین جوان هم است دیگر از این موضوعات و از بیرونی، از این مداخلات بیرونی انگیزه میگیره و هم در یک مایوسیت بسیار عمیق فرو میره و از همه کار به اصطلاح دور میمونه. بدون شک جناب استاد، اگر برشان زمینه کار فراهم شود، اگر صدایشان شنیده شود، من مطمئن هستم که جوانان ما نخواهد او راه های پرمشقت و سخت قاچاق را انتخاب کنند، برند به کشورهای خارجی و امو انرژی خود را در اونجا مصرف کنند. مطمئن هستم که صدایشان را بشنوید، برشان زمینه کار را فراهم بسازید. هیچ کسی خوش نداره و هیچ کسی از دلخوشی خود او راه های پرمشقت را انتخاب نمیکنم. جناب استاد تشکر از شما که به برنامه ما آمدید. به عنوان صحبت های اخیر از شما میشنویم، توصیهتان بر جوانانی که هدف در زندگی ندارند، انگیزه و امید در زندگی ندارند، در کل یک دورنمای خوب در زندگی ندارند چی است؟ بسیار خوب جناب استاد. به عنوان سوال جواب اخیر، پیام ما به او جوانا و بر او هموطنان ما است که بیاین تب و تلاش بکنن، زحمت بکشن، عرق بریزن، در هر جایی که هستن، در هر مرحله ای که هستن درس میخوانن، در مکتب، مدرسه، پوانتون، ما برشان این پیام دارم که زحمت امروزشان، گریه امروزشان باعث راحتی و باعث شادمانی و باعث خنده فردایشان میشه. اگر امروز مشقت و زحمت تکالیف قبول کردن، پذیرفتن، به اصطلاح آمادگی به او گرفتن، این یک زمینه برشان مساعد میشه که در آینده به اصطلاح موفق به در بیان و کامیاب شوند و به اصطلاح به هر وظیفه ای که از طرف اجتماع برشان سپرده میشه و به شکل بسیار خوبی وظیفه را پیش ببره و مصدر خدمت برای جامعه ما و شما قرار بگیرن. بنابراین جوانا از عمرشان، از وقتشان، از تواناییشان، از این فرصتی که داره استفاده بکنن. چرا همین لحظه ای که 5 دقیقه قبل گذشت دیگه هرگز به عمر ما و شما بر نمیگرده، بر نمیآید.
و دیگه ای که امین سال یک انسانی که فوت میکنه و به اصطلاح رحلت میکنه و میره از دنیا، او دیگه هرگز تا قام قیامت به اصطلاح دوباره به دنیا نمیآید که ما بگیم اگر این دوره گذشت خیر از بی تجربگی بود، در دور بعدی اگر به دنیا اومدیم باز ان شاء الله که یک کاری خاط کردیم. نه بنان این امروز ما که گذشت دیگه هرگز اومدنی نیست. پس انسان هوشیار میگه انسان عاقلی و انسان است که از دیروز کرده امروز بهتر باشه و از امروز کرده باید فردایی که میاد باید بهتر باشه و خوبتر باشه و با تجربه تر باشه. خیلی تشکر استاد، شما سلامت باشید. خیلی سلامت شما هم باشید رحیمی صاحب، زنده باشید. امیدوار هستیم که یک روز برسه به خیر که مشکلات و چالش هایی که در صد راه جوانان هست از بین بره و جوانان ما دیگر در وطن بمانند و راههای خطرناک قاچاق را انتخاب نکنند و بیرون از افغانستان نرند. تشکر از شمایی که بیننده برنامه هستین. یک رفت و برگشت خیلی کوتاه داریم، زود برمیگردیم. دوستان بیا هم تاسو ته خرغله سوی ما، بیا هم د تاسو سهار د په خیر وی او سهار مو د ګلونه ډک وی. ګران دوستان مننه کوم د امین جان څخه چې خپل د خبرونو برخه تاسو ته دروند کړه. هاو هیر مینه شي چې په دې برخه کې زلزان سره ډیر یو با استعداد میلمه لرم. هغه د نظیمه جانه، نظیمه جانه پس لدې له موږ سره به همکاره هم وی، همدارنګه نن په استودیو کې له ما سره میلمه ده. دا چې د څه په اړه خبرې کوو، راځئ چې دغه د ژبې نه واورو او خپل خپل ځان تاسو ته در معرفي کړي. سلام، خوش آمدی، صحبت بخیر نظیمه جان. و میخوایم که نظیمه کی است در آغاز یک معلومات از خود داشته باشیم، بعد از باز میرین سر سوالات. سلام آرزو جان، صبح خودت بخیر و سلام صبح بخیر به هم عزیزانی که ما را از دریچه تلویزیونی یک و برنامه پر مخاطب و پر بیننده گلبانک بیننده هستن. امیدوار هستم که یک صبح پر از نشاط و سلامتی را آغازگر بوده باشن. تشکر نظیمه جان. قند بر ما بود که نظیمه میرزا کی هست؟ آرزو جان، نظیمه میرزاد هستم، از ولایت پروان. لیسانس هستم از پوانتون کابل و فعلا هم در خدمت شما. آها، خیلی خوشحال شدیم که با ما هستید در برنامه و خواستم که دوستا هم بیننده ما با خودت معرفی شوند که دوستای عزیز، نظیمه جان همکار خیلی خوب ما هست، همیشه زحمت میکشند در قسمت نریشن، البته صدای زیباش شما همیشه میشنوین در برنامه، امروی صداش آشنا هستین و خواستم که بعد از این با چهره زیباشون همچنان آشنا باشین که شما بعد از این در برنامه می داشته باشین و یک بخشی از برنامه گلبانه پیش میبره. یکی موضوع برنامهشون چی است ازش میپرسم که برای ما شما میگه یا که سورپرایز باشه. خب نظیمه جان، میشه بر ما بگی که روی چی کارها کار کردی و بعد از این کدام بخش انتخاب کردی در برنامه گلبان؟ تشکر آرزو جانی که اولا جای افتخار است و این سعادت با ما یاری کرد که از این به بعد همکار باشم با برنامه خوب گلبانگ و خوشحال هستم که عضو خانواده بزرگ تلویزیونی یک هستم و در ضمنش همکار جدید در برنامه گلبانگ. این که برنامه ما یک بخش بسیار خوب و عالی را مد نظر گرفتیم که بله، در رسانه های افغانستان شاید کمتر به او پرداخته شده باشه، ولی یک بخش بسیار مهم در زندگی ما هست و این که ما میتونیم از او چیزهای زیاد بیاموزیم. دقیقاً نقلتی وقتی میخوای سورپرایز باشه. دقیقاً چون توقع معمی است که دوستا منتظر برنامه ما باشن و بخشی که انشالله ما خدمتشان تقدیم خواهد کرد. دقیقاً نظیمه جان، قند از آمدنت بر من بسیار زیاد انرژی بخشیدی و خیلی زیاد خوشحال شدم از اینکه بعد از انشالله در برنامه خودت با خود می داشته باشیم و یک بخش بسیار با ارزش برای خودت مد نظر گرفتیم. پس میایم سر سوالات شخصی، آیا اجازه هست؟ بفرمایید. البته نظیمه جان، بر من از خانواده بگو چند نفر هستین، کی ها در خانواده هست، شما اعضای بزرگ هستین در خانواده، کوچک هستین؟ آرزو جان، خانواده ما نسبتاً خانواده متوسط هست، نه اونقدر پر جمعیت و نه اونقدر کم جمعیت. 4 برادر دارم و 3 خواهر هستیم. بسیار خوب، بسیار خوب، خیلی خوشحال شدیم که طبعا من خوب بشناسم، تمرایت معرفی هستم. بله، خواستم بله که دوستا هم بشناسن. نظیمه جان، در رنگ کدام رنگ زیاد دوست داری؟ در رنگ ها رنگ طلایی، سیاه و جگری. خب بسیار خوب، پس رنگ هایی که من دوست دارم رنگ سیاه، خود تمام رنگ دقیقاً دوست داری. به می اساس ما دوستای عزیز، دوستای صمیمی هم هستیم و این همکار هم هستیم در برنامه بعد از این بخیر هر دیما و ما موضوع رو هم که انتخاب کردی گفتی که من فعلا به دوستان نمیگم، من خوب زیاد آمادگی گرفتی. بله بله، و دفعتاً میایی به برنامه و موضوعی تیرایه میکنی به دوستان. دقیقاً، چون دوستان یک
شگفتی یک سپرایز برشان باشه و ای که ما روی چی بخش کار کرده ما رفته آینده چشم برا بمانند که انشالله مطمئنن لذت خواد بردن و چیزهای بیشتری را خواد آموختن. بر ما هم نقل میتیه کمی یا نه؟ آرزو جان میشه که شما هم مرا انتظار باشین هفته آینده هفته جدید بخیر. ببین دوستا که نه تنها شما بلکه من هم منتظری بخش برنامه هستم و بسیار دلهوره دارم که کدام بخش است و موضوعش چی انتخاب کردم. من هم بی صبرانه منتظر روز هستم که بخیر ببینم و تماشا بکنم. انشالله. خب نظیمه جان قند میشه که در مورد درسای در مورد که کدام مکتب از کدام مکتب فارغ شدی، از کدام پنتون فارغ شدی، کدام رشته هست و فکر کنم که زبان آلمانی هم خوندی. دقیقاً آرزو جان، من بعد از سپری کردن و ختم دوران لیسه و مکتب فرصت به ای بود و چانس به ای بود که ما امتحان کنکور را سپری بکنیم و همچنان اشتراک کردم در امتحان کنکور و بعد از اینکه موفق شدیم و امتحان کنکور را با موفقیت پشت سر ماندیم و پانتون کابل راه پیدا کردم در رشته زبان و ادبیات آلمانی، لیسانس ما از پانتون کابل گرفتم. یکی از خاطرهای خوشی که از ما داری چی است؟ آرزو جان، ای که شخصیت خودتان، کرکترتان و ای که همیشه پیشانیت باز است و همه گیره با امون لبخند میپذیری، من ایره خیلی دوست دارم. تشکر، زنده باشی نظیمه جان قند، لطف خودت است. همچنان خودت یک دختر با استعداد دوست داشتنی هستی. پس میخوام که یک جمله زیبا به زبان آلمانی از خودت بشنوم. میتونم بگویم که هلو دیر گوتن مورگن، ایش هوفه دس آلس بای اینن گوت گیت اند شونن نختک. ترجمهش کن دیگه. خب آرزو جان، من سلام دادم، اینکه صبحشان بخیر باشه و ادامه روز را به خوبی سپری بکنن. آها، چقدر زیبا، چقدر عالی. استعداد یعنی علاقه داشتی که باید ایرش تره بخوانی یا که جبران بود سرت از طرف خانواده؟ نه خیر آرزو جان، ما چون شما قسم که آگاه هستین، زمانی که ما در امتحان کنکور اشتراک میکنیم انتخاب داریم که ما چندین رشته را انتخاب بکنیم و انتخاب چندمتون بود؟ انتخاب سوممون بوده. سوم؟ بله بله. یعنی انتخاب اول چیز دیگه بود، یک رشته دیگه بود؟ بله، اون زمان من خیلی علاقه داشتم به بخش های طبی و میخواستم که یکی از بخش های طبی را ادامه بدم، ولی زمانی که من در این بخش کامیاب شدم، خانواده، دوستا کلا مشوق بودن که من باید ادامه بدم. اما زبان آلمانی هم خیلی سخت است، خیلی مشکل است. به نظرت بعد از چقدر وقت بتونم یاد بگیرم از خودت؟ از من خواهش میکنم کوچک نوازی میکنین. بستگی داره به اینکه چقدر تلاش بکنین و مهمتر از همه ای است که علاقه داشته باشین. خب اگر تلاش بکنین چقدر مدت در بر میگیره اگر تلاش نکنین؟ میتونه حدود 6 ماه تا 1 سال زمان ببره. 6 ماه تا 1 سال، چقدر زیاد. بله. خیلی وقت میگیره. چون یک ذره زبان پیچیده است. بیشتر تونستی که زودتر یاد بگیری؟ بله آرزو جان، به من همی که انسان وارد دانشگاه میشه یک مرحله بسیار متفاوت زندگی آغاز میشه و من زمانی که پانتون را آغاز کردم و تازه وارد دانشگاه کابل شدیم و یک بخش کاملا متفاوت، چون دوستا زیادتر با بخش های ادبیات دری، پشتو، بیشتر انگلیسی علاقمند هستند، ولی دیپارتمنت کلا به زبان های خارجی برمیگشت. زبان های دیگه همچنان بود و ما محصل شدیم در بخش ادبیات آلمانی. استادای ما استادای بسیار ورزیده بودن و خیلی تلاش کردند که ما در روزهای اول کم انگیزه نشیم، چون زمانی که یک ذره آدم وارد یک محیط متفاوت میشه تغییرات را میبینه، باز بر شاید کمک پرمشغله معلوم شوه، ولی خوشبختانه استادای ما بیشتر توجه داشتن به اینکه ما بیشتر بیاموزیم و با کلن با کلتور و یک زبان متفاوت آشنا شویم. نظیمه جان، بدون اینکه همکار هستی با ما فعلا اینجا، دیگه کدام فعالیت ها رو در کجا آغاز کردی؟ یعنی کدام فعالیت دگام داشتی؟ در کدام جاهای دیگه هم کار کردی؟ آرزو جان عزیز، ما در ران پوانتون و زمانی که محصل بودیم، بله، همکاری داشتم با نهادهای مختلفی که اونا کار میکردن برای بانوان، خانمها و جوانان، چون ما بیشتر علاقه داشتم در اجتماع باشم و فعالیت هایی داشته باشیم که هم بتانیم خود ما چیز بیاموزیم و هم در کنارش بتانیم جامعه را یک مقدار اگر بتانیم تغییرات بیاریم. روی امی ملحوظ، ما او زمان هم با بعض نهادها همکار بودم و فعلا هم که در فعلا همکار هستم با تلویزیون یک، در کنارش بعض
فعالیت های خرد و کوچکی است که در راستای تغییر جامعه همکار هستیم و بتانیم یک نقطه ای را یک جای را بتانیم یک مقدار تغییرات مثبت بیاریم. و نظیمه جان چی باعث شد که برنامه گلبان دوست داشته باشی علاقه پیدا بکنی که یکی از بخش هایش انتخاب بکنی؟ بله آرزو جان سوال خیلی خوب پرسیدین. ما به شما و بیننده هم شریک بسازم که برنامه گلبان یک برنامه اجتماعی هست. بله. و خوشبختانه در تایم نشر میشه و در وقت است که همگی شما مصروفی هستن که آماده شوند به کار صبحانه نوش جان بکنن، آغاز صبح هست و یک آمادگی بگیرن برای که پرنشاط روزشان آغاز بکنن و این یک نقطه بسیار خوب است که ما میتونیم از همین جا آغاز بکنیم و همچنان بر اونا با بخش های متفاوت زمان که شخصیت های خیلی خوبی اینجا دعوت میشن و کلن از عمق اجتماع اینجا میاین. اگر جوان هستن، دکتر هستن، معلم هستن، کسب‌وکار هستن، اطفال نازنین هستن، این خیلی فرصت عالی است و به خاطری که من بیشتر خودم راحت احساس میکنم با این که در جامعه باشم و فعالیت های اجتماعی انجام بدم، این یک فرصت خیلی خوب است و من را بیشتر با مردم نزدیکتر میسازه، میتونم اهداف اونا را و دیدگاه هایشان از نزدیک داشته باشم. دقیقاً. و در مورد صبح زود یاد کردی، خودت سحرخیز هستی؟ بله دوست دارم که وقت‌تر بیدار شوم و یک امور روی برنامه ریزی خود وقت‌تر بپردازم. تا اینکه امور روز ما را بالاخره در زمانی که ختم روز هست یک دستاورد بر خود داشته باشم. بله و نظیمه جان خودت ورزش میکنی و کدام ورزش بیشتر دوست داری؟ ورزش چون آرزو جان یک مقدار خود تماگاه هستی که کم در افغانستان آنقدر پر رنگ نیست برای خانم ها، البته خانم ها و دختر خانم ها بازم دوست داریم گاه و ناگاه بعضی که انسان امو بدن شد دوباره آماده بسازه. بله نیاز است که انسان ورزش بکنه. سلامت باشی. تشکر نظیمه جان عزیز. میشه که فرد مثال در خانه هم بعضی از ورزش هایی که ثقیل نباشد استفاده بله، بکنیم. بله دقیقا. پس میخوایم که وقفه کوتاه داشته باشی و برم از زبان خودت وقفه را میریم. میخوایم که از امیال سرت کار کنیم. بخیرم کار هستیم انشاءالله. تشکر. عزیزان ما یک پیام کوتاه هم بر اونا دارم. این که هفته جدید منتظر برنامه ما و بخش جذابی را که ما آماده کردیم بر دوستا بمانن. فعلا هم یک رفت و برگشت کوتاه و در ادامه با همکارم باشین. سعدیا گرچه سخندان و مصالح گویی به عمل کار برایت به سخندانی نیست. سلام مجدد خدمت شما هایی که بیننده برنامه گلبانک هستین و باز هم صبح شما هایی که تازه به جمع پیوستین یک بار دیگر بخیر باشد. در این بخش از برنامه ما مهماندار هستیم و بیشتر در مورد فوتبال میخواییم صحبت داشته باشیم که فوتبال چه هست، چگونه ورزش هست و در کل در رابطه با مسابقات فوتبال، در رابطه با لیگ های مختلفه که در جهان هست بیشتر با جناب محمد محسن قاسمی کارشناس فوتبال صحبت می‌داشته باشیم. قبل از همه سلام صبحتان بخیر قاسمی صاحب. سلامت باشین رئیس صاحب. سلام خدمت علیکم سلام. شما همکارانتان و یک سلام خاص به تمامی بیننده هایی که همینکنون ما بیننده ما برنامه هستم. خوب هستین ان شاء الله. سلامت باشین. صبح را چگونه آغاز کردین؟ فوتبال کردین یا نه؟ و خیر باشین. نه فوتبال نکردیم اما بسیار یک صبح خوبی. ورزش میکنی صبحانه یا خیر قسمی صبح؟ اکثرا دیگه نه خیر دیگه اون وقت دیگه. چرا جوانان ما ورزش نمیکنن؟ باید ورزشکار باشن جوانان ما. چرا اکثرا ورزش نمیکنی؟ خب دیگه بدون شک ورزش خودش یک بسیار فواید زیاد دارد. بله. اگر وقت باشه باید حتما ورزش کنه. خب خودم دیگه بسیار کم وقت داری. کدام ورزش بیشتر دوست داری قاسم عزیز؟ من دیگه فوتبال بیشتر. فوتبال بیشتر. خب بیا در رابطه با فوتبال بر ما بگو، در لیگ های مختلف جهان، در لیگ های معتبر اروپایی چه خبر هاست از فوتبال؟ اگر از لیگ انگلیس شروع کنی، چون من لیگ انگلیس خیلی دوست دارم. بله بدون شک که فوتبال یک از پربیننده ترین ورزش های جهان است و به باور خیلی ها که سلطان ورزش هاست و فصل هم که آیسته آیسته به پایان رسیده و فقط یک بازی در لالیگا باقی مانده، یک بازی هم در سری های ایتالیا و لیگ برتر که به اتمام رسیده افته امی هفته و تیم منچستر سیتی قهرمان لیگ برتر. منچستر سیتی با هدایت پپ گواردیولا توانست قهرمان شوه این فصل. بله ها. بسیار عالی. دوم کیش بود در جدول؟ آرسنال. دو فصل است که رقابت بسیار شدیدی با منچستر سیتی داره اما در اواخر
فصل این تیم کم میاره و همین باعث میشه که تیم گواردیولا قهرمان شد. محسن عزیز، چقدر تفاوت داشت امتیازات آرسنال با منچستر سیتی؟ خب تا دو سه هفته قبل البته آرسنال با دو امتیاز بیشتر و یک بازی بیشتر نسبت به منچستر سیتی صدرنشین بود، اما سیتیزن ها به خاطری که دو بازی اخیر خود مقابل تاتنهام و وستهام به پیروزی رسید و توانست که با فکر کنم یک امتیاز یا دو امتیاز بیشتر قهرمان شد. قهرمان شد و سوم کی شد؟ تیم سوم لیورپول بود که لیورپول. تا فکر کنم هفته های 28 این تیم رقابتی بسیار نزدیک با منچستر سیتی و آرسنال داشت و سه مدعی اصلی قهرمانی بود، اما در اواخر تیم یورگن کلوپ افت کرد و از کورس قهرمان یک قبل ماند. بله، به نظرت تیم خوبی داره یورگن کلوپ، حالا چرا نمیتونه نتیجه گرفته؟ محمد صلاح هست در لیورپول و بازیکنان مطمئن هستم کلیدی و مورای اصلی در تیم داره یورگن کلوپ، حالا چرا نمیتونه حداقل دوم یا اول شوه؟ خب بدون شک لیورپول یکی از پر افتخارترین تیم های لیگ برتر و همینطور اروپاست و مربی و بازیکنان فوق العاده خوبی داره. خوبی داره بدون شک، اما دلیلش، یکی از مهمترین دلیلش این است که بازیکنان کلیدی این تیم دچار مصدومیت شد و همون باعث شد که از رقابت های لیگ اروپا و همچنان جام حذفی انگلستان حذف شود و در لیگ برتر هم که در هفته های اخیر نتایج خوبی نگیره. و در رابطه با این برام بگو که کدام تیم ها این فصل حذف شد از لیگ انگلیس؟ از لیگ برتر انگلستان تیم هایی که حذف شدن معمولا سه تیم 18، 19 و 20 جدول همواره از رقابت های لیگ برتر و همینطور لالیگا حذف میشه به دلیل کسب نتایج، و این سال هم که تیم های برنلی، شفیلد یونایتد و لوتون تاون که فصل گذشته صعود کردن این سال دوباره هر سه تیم حذف شدن. بله. محسن عزیز، در رابطه با این بگو که خودت کدام لیگ بیشتر دوست داری؟ خب بدون شک که پنج لیگ معتبر تماشایی هستن بازی هایشان و پرطرفدار هستن، اما بیشتر مردم زیادتر لیگ برتر و لالیگا رو به خاطر ریال و بارسا علاقه‌مندش هست و من شخصا خودم رقابت های لیگ برتر زیاد دوست دارم، چون خیلی یک بازی با کیفیت و خیلی سطح بالاست، بازی های جذاب با سرعت خیلی بالا است بازی های لیگ برتر انگلیس، و من هم شخصا دوست دارم بازی های لیگ برتر انگلستان را و تیم مورد علاقه خودم منچستر سیتی از بدون شک. و در رابطه با بگو که تیم مورد علاقه خودت کدام تیم است؟ خب من از سالی که فوتبال تماشا کردم و با فوتبال آشنایی پیدا کردم تیم مورد علاقه من تاتنهام است. بله، و امسال نتایج گرفت یا خیر؟ امسال خب تاتنهام در این اواخر نتایج چندان خوبی نگرفته و در اول فصل هم که هری کین ستاره این تیم که بهترین گلزن تاریخ تاتنهام است از این تیم جدا شد و بعضی بازیکنهای چون جیمز مدیسون و برینان جانسون اینا آمد، ولی اصلا در حد اندازی هری کین نیست و تاتنهام پنجم شد این سال. محسن جان، در رابطه با لیگ برتر لالیگا بگو، البته لیگ لالیگا که چه خبر است در لالیگا؟ در لالیگا هم که یک بازی باقی مانده تا فصل به اتمام برسد و تیم فوتبال رئال مادرید قهرمان رقابت های لالیگا شد. دوم هم بارسلونا شد. بله، بارسا مقام دومی را قطعی کردن. مادرید سوم. اتلتیکو مادرید چهارم شد و خیرونا سوم شد. خیرونا سوم شد. تیم شگفتی سازی. واقعا که شگفتی ساز بود این فصل تیم خیرونا. فکر کنم بارسلونا را در رفت و برگشت شکست داد. بله، دیگه با گفته عامیانه که دبل کرد. معلوم میشه خودت هوادار رئال مادرید هستی، درست؟ بله، از همین خاطر میگه که بارسا در بارسلونا دبل کرد. نه، چیزی که حق باشه دیگه. حق باشه. حالا به نظر خودت فصل بعدی بارسلونا چی میتونه بر خود، البته به تیم خود کنه؟ آیا مربی خود را میتونه بانه روی نیمکت خود یا خیر حذفش میکنه؟ حالا به نظر خودت امو کارهای اساسی و کارهای جدید تیم بارسلونا چی ها خواهد بود به فصل بعدی؟ خب بارسلونا امسال آنطور نتایج خوبی نگرفت، مقام دوم شاید بهترین دستاورد این تیم در کل فصل باشد که مقام دومی را کسب کرد. اما بازیکنان این تیم و دوچار خود باشگاه بارسلونا دوچار یک مشکلات است، مشکلات مالی است البته، و به دلیل مشکلات مالی نمیتواند بازیکنان بسیار گران قیمت را به خدمت بگیره و اکثرا بازیکنان رایگان یا هم که قیمتشان خیلی پایین باشد را به خدمت میگیره،
و حالا هم گفته میشه که هم جاوی هرناندس از این تیم جدا میشه سرمربیشان و هم گفته میشه که سه بازیکن این تیم، سه چهار بازیکن از این تیم جدا خواهد شد. جدا میشه و کدام بازیکنهای جدید را میخواهند بگیرن؟ بدون شک به دنبال بعضی بازیکنان هستن که دیگه ببینیم چی میشه دیگه تا نقل و انتقالات فرصت. بدون شک. و در رابطه با لیگ ایتالیا هم بر ما کم بیشتر بگو، بعدش میپردازیم به لیگ قهرمانان اروپا. درست. رقابت های لیگ ایتالیا هم که مثل که قبلا گفتم یک بازی باقی مانده و تکلیف تمام تیم ها مشخص شده، تیم های صعود کرده به لیگ قهرمانان، تیم قهرمان، نایب قهرمان و همینطور تیم هایی که سقوط کردن به دسته پایین تر. و اینتر میلان برای 20مین بار در تاریخ خودش قهرمان شد و تیم اس میلان هم نایب قهرمان. با چقدر تفاوت امتیاز؟ اختلافشان خیلی زیاد است، فکر کنم یک 14 یا 15 امتیاز است. 14 15 امتیاز. و سوم روم؟ تیم سوم فعلا البته یوونتوس و بولونیا مشترکاً در رده‌های سوم و چهارم هستند و به دلیل تفاضل گل البته و امتیاز هر دو تیم 68 امتیاز است. روم در کدام قسمتی از جدول قرار داره؟ آیس روم دیگر تیم پایتخت ایتالیا است که فعلا در مکان ششم جدول قرار داره و از رقابت‌های لیگ قهرمانان هم باز ماند. البته گفته میشه که یک سهمیه امسال بیشتر به سری آ ایتالیا به خاطر تیم‌هایشان در فصل گذشته لیگ قهرمانان و لیگ اروپا اینطور درخشان ظاهر شدن و امسال یک سهمیه بیشتر داده میشه بهشان. احتمال داره که آیس روم هم صعود کنه. محسن عزیز، لیگ قهرمانان اروپا قرار است تا 7 یا 8 روز بعد برگزار شود. فاینال رقابت‌ها رئال مادرید در مقابل بورسیا دورتموند، به نظر خودت کدام تیم قهرمان خواهد شد امسال؟ خب بازی فینال که قطعا پیش بینی کردنش سخت است و هر دو باشگاه نسبتاً آمادگی بالایی داره، خصوصا رئال مادرید که از آخرین شکستش خیلی دیر میشه که این تیم شکست نخورده و فکر کنم آخرین شکستش مقابل اتلتیکو مادرید بود و در لیگ قهرمانان هم در این فصل تا هنوز شکست رو متحمل نشده. دورتموند دیگه هرچندی که در لیگ قهرمانان تا اینجای کار خوب درخشیده اما در لیگ بوندسلیگا یا لیگ داخلیشان عملکرد خوبی نداشت و توانست که مقام پنجم رو کسب کند و بازی فوتبال است، پیش بینی کردنش سخت است ولی به نظر من که رئال مادرید شانسش یک 20% بیشتر باشه نسبت به دورتموند. بله. کدام بازیکنان رئال مادرید بیشتر خوشت میآید، بیشتر علاقمند کدام بازیکن هستی در رئال؟ خب بازیکنی را که زیاد دوست دارم کریستیانو رونالدو است که او فعلا از این تیم جدا شده و در باشگاه النصر عربستان بازی میکند. در بازیکن فعلی جود بلینگام، وینیسیوس جونیور، اینا خوشتان بازیکنان برزیلی. بله، برزیلی و انگلستان. بسیاری از بازیکنان برزیلی بگ نوه، یعنی با تو قسم بازی میکنند که واقعا هر علاقمندی که ببیند فوتبال را و هر کسی که فوتبال را دوست داشته باشه عاشق فوتبال میشه. خودت هم شاید از این خاطر بله که برزیلی هستند. بله، اکثریت بازیکنان برزیلی که هستند خیلی تکنیکی و سرعتی هستند و جملاتی را ما دیدیم که میگه که فقط نامش کافی است که برزیلی باشه. بدون شک این معلوم دار هم هست، بازیکن مورد علاقه خودم یک زمانی در بارسلونا بود، نیمار جونیور، فوق العاده یک بازیکن خوب بود، چقدر تکنیکای خیلی خوبی داشت و مرا بیشتر هم لای زدنایش خیلی خوشم میآمد. لای وقتی که بازیکنان رو لای میزد بسیار دیگه با یک سبک متفاوت و یک سبک خیلی خاص خود هم برزیلیا. خیلی تشکر محسن عزیز، سلامت باشی. اگر صحبت های باقی مانده در رابطه با فوتبال کمرای ما در اختیارت است بگو. سلامت باشین، تشکر از شما و همکارانتون که مرا دعوت کردین. کدام سوال خاصی نمانده دیگه، تشکر از شما. بخیر، سلامت باشی. انشالله که هفته های بعدی هم خود را داشته باشیم و حتما یک روز قبل از فاینال هم من خود را دعوت میکنم به برنامه و روی فاینال مفصل صحبت نداشته باشیم. من خودت بخیر باشین، ما در خدمت هستیم. سلامت باشی. وطنداران عزیز، تشکری میکنم از شمایی که بیننده برنامه گلبانک هستین. صبح کسانی که تازه به جمع ما پیوستند یک بار دیگر بخیر باشه. یک وقفه خیلی کوتاه داریم، در ادامه ما را همراه باشین، جایی نرین. پروان. ولایت پروان یکی از 34 ولایت افغانستان است. مرکز این ولایت شهر چاریکار است که در 64 کیلومتری کابل قرار دارد.
و نزدیکی به پایتخت از توسعه و تسهیلات بیشتر برخوردار گردیده است. دره سالنگ، دره غوربند، دره ترکمن به همراه دشت سرسبز شمالی از نقاط دارای طبیعت زیبا در این ولایت هستند. با ساخت جاده دره غوربند تا کوتل شیبر مسیر شمال و جنوب این ولایت تسهیل می شود. تاجیک ها باشندگان شهرستان های سالنگ، جبل سراج، بگرام، چاریکار، کوه صافی، سیدخیل، سیاگرد، هزاره ها باشندگان شهرستان های شیخ علی، سرخ پارسا و پشتون ها و تاجیک ها به طور مشترک در شهرستان شینوری زندگی می کنند. اقتصاد ولایت پروان، داشتن آب و هوای مناسب و قرار گرفتن ولایت پروان در مسیر شهرهای مرکز و شمال و همچنان نزدیکی با کابل نیز از مزیت هایی است که پروان را در راستای انکشاف و بهبود زراعت امیدوار می سازد. همچنان این ولایت دارای 4 لابراتوار برای کشت انساج نباتی می باشد. مالداری ولایت پروان، مالداری نیز یکی از عمده ترین بخش هایی است که طی سالهای اخیر در ولایت پروان رشد قابل ملاحظه ای داشته است. سالانه بیشتر از 1400 تن گوشت مرغ در این ولایت تولید می شود و همچنان ولایت پروان دارای یکی از غذاهای مزه‌دار که به نام شوربای چاریکاری یاد می شود نیز می باشد. بازم شما را خوش آمدید میگم به ادامه برنامه گلوبانگ و تشکر میکنم از همکارای عزیزم که بسته تصویری در رابطه با ولایت زیبای پروان را به شما آماده کرده بود و مطمئن هستم از بسته تصویری مستفید شدین. از معلوماتی که در داخل بسته تصویری بود همه ای ما و شما به معلومات خود اضافه کردیم. بدون شک که ولایت زیبای پروان یکی از ولایت هست که به کابل به مرکز نزدیک هست و واقعا یک آب و هوای خیلی خوب داره، آب و هوای تازه، طبیعت فوق العاده شگفت انگیز داره ولایت زیبای پروان و نگفته نمانه جاهای دیدنی زیبا و مطمئن هستم گردشگران و سیاحتگرانی که از کشورهای خارجی میایند به افغانستان بیشتر علاقمند هستند که به ولایت زیبای پروان برن، از جاهای زیبای پروان دیدن کنند و نگفته نمانه که مردم با عزت و شریف ولایت پروان خیلی مهمان نواز هست، خیلی مردم شریف هست. من خودم چند بار رفتیم به ولایت پروان، واقعا آنقدر مهمان نواز هستند که یعنی هیچ احساس نمی کنی که به یک ولایت دیگر آمدی. و از غذاهایش هم جا داره که یاد کنم که غذاهای سنتی داره ولایت زیبای پروان و یکی از غذاهای مشهور ولایت پروان بدون شک که همون شوربای چاریکاری هست، شوربای تند و تیز چاریکاری که همین لحظه وطندارای چاریکاری ما، وطندارای ما که از ولایت زیبای پروان هستند، بیننده برنامه هستند، اگر دوست دارین که ما هم بیایم مهمانتان شویم با صفحه فیسبوک ما، البته صفحه فیسبوک تلویزیون یک پیام بگذارین، ما حتما میایم به ولایت زیبای پروان. از جاهای دیدنی و باستانی و تاریخی ولایت زیبای پروان گزارش آماده میکنیم و مطمئن هستم که برای ما و شما لذت بخش است این گزارش و البته همین مواردی که بر شما گفتم. در این بخش از برنامه ما مهماندار هستیم، مهمان ما یک نوجوان هست، نوجوانی که واقعا شاید در تصویر ببینین چقدر نام خدا تقدیر نامه داره، موفق هست در زندگی خود و بیشتر در مورد خودش بر ما خودش معرفی میکنه، خود را بر ما معلومات میده. سلام، وقتت بخیر رفیق جان، خوب هستی؟ سلام آقای هستی از ادب که زلاله جوری از کلام ها. سلام عرض ادب خدمت شما و بیلیدگان که ما رو بیلیده هست. اول وقت بعد رفیق فکری در خدمت شما. سلامت و بخیر باشی. چگونه آغاز کردی صبح رفیق جان؟ صبح خوب آغاز کردی. صبح خوب آغاز کردی. ورزش کردی یا نه؟ ورزش نه. نکردی ورزش. چرا ورزش نمیکنی؟ ورزش میکنیم، یگان و فوتبال میکنیم. بیشتر علاقه من به ورزش فوتبال است. بله. آفرین. هفته چند روز ورزش میکنی؟ هفته یک بار. هفته یک بار. بله. آفرین آفرین. رفیق جان در مورد خودت یکم برام بیشتر معلومات بده. سنف چند هستی؟ چندم هستی؟ در کدام مکتب درس میخوانی؟ متعلم صنف دوم هستم در مکتب جوان امروز نمبر 2. نمبر 2؟ بله. بله. دو نمره مکتب هستم. ماشاءالله ماشاءالله. از نخبه های سنف هستی بیا خبر. بله دیگه. ماشاءالله. در مورد تقدیرنامه های برام بگو. یارا از کدام البته از چیا گرفتی تقدیرنامه را؟ این لوای تقدیر که از خاطر فوتبال از نظم فوتبال ما جور کردیم در مکتب. مکتب ما فوتبال برگزار کرده، فوتبال جور کردیم ما. خب ماشاءالله. بله نظمش جور کردیم. نظم فوتبال خود جور کردیم. بله. بالی سالیس. دیگه این تقدیرنامه هم اول نمره مکتب عمومی شده بودم پارسال. نام خدا. اینا گرفتیم. این هم از کمیته فرهنگی مکتب است. ماشاءالله ماشاءالله. این دیگه هم از سوالای ذهنی یک برگزار شده بود در مقام افغانستان دوم گرفتیم. نام خدا. چقدر خود لایق هستی ماشاءالله. رمز راز لایق بودن، رمز راز
موفق بودن چی هست رفیق جان؟ هست دیگه، بسیار کوشش میکنم. بسیار کوشش میکنی؟ بله، درس بخونم، یعنی آینده کشور ما را جور کنیم. درس میخونی و انشالله که آینده افغانستان را جور میکنی. بله دیگه، انشالله. چی گفتنی داری برای نوجوانان همسن سال خودت؟ چی کنند باید اونا خودت باید موفق شوند؟ باید درس بخوند، ای مثال قرآن شریف بخوند، درس بخوند، مکتب برد، کارای الهی را خوش نداره، باید ورزش هم کنند، دمی پالی درس ورزش هم کنند، باید درس بخوند. درس خواندن بسیار خوب است برای ما، بدون شک. درس بله، در اولویت زندگی خود باید درس قرار بدن، درس بخوانند. اگر میخواین که یک آینده روشن و روشنا داشته باشند، باید از درس هیچگاهی فراموش نکنند و همیشه درس خوان باشند. رفی جان، جان بگو. نوجوانان باید آینده سازان کشور ما هستند. بدون شک، بدون شک همین شما ها هستین. بله. امید افغانستان هستین، امید مردم افغانستان شما هستین. بله. و شما باید از بیشتر و بیشتر زحمت بکشین. بله. مطمئن باشین همین زحمات را که امروز شما میکشین و فایده ایزی زحماتتان را چند سال بعد یا هم 10 یا 15 سال بعد شما اون فایدهش رو میبینین، و اگر امروز زحمت نکشید آینده درخشان نمیداشته باشین، و مطمئن باشین که زحمات امروز تا نتیجه میتاب. رفیق جان، در مورد احترام گذاشتن به فامیل، پدر و مادر، رفیق، دوست، همکار چی گفتنی داری؟ احترام گذاشتن چقدر مؤثر است در زندگی؟ ما باید به کلگ احترام کنیم، به تمام جامعه. کسی که ثروت داشته باشه به او احترام کنیم، کسی که نداشته باشه به او احترام نکنیم. قسم خونه میشه بگم. باید به کلگ احترام کنیم. احترام یک سنت پیغمبر صلی الله علیه و آله. آفرین، ماشاءالله. باید ما احترام کنیم. مثلا در راه که میریم یک دیست سفید میبینیم، یک کلان میبینیم، باید سلام ما بدهیم، احترام کنیم. یک هم تاست احترام نمیکنند دیگه، پیسه دار است به او احترام میکنند، کسی که غریب است، مثال فقیر است، بیچاره است، به او احترام نمیکنند. یک هم تا که مثال ثروت داره، مثال دارایی داره، به او احترام میکنند. باید ما با کل تمام جامعه احترام کنیم. آفرین، آفرین. بدون شک که باید از به همگی برخورد ما یکسان باشه، هیچگاه مادیات را مد نظر نگیریم و همیشه با کسی که حتی یک سال هم از ما کرده بزرگتر است احترام داشته باشیم. و خیلی خوب است احترام گذاشتن. و پیامبر بزرگوارمان محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم در احادیث بیشمار، در احادیث بیشتر و بیشتر روی احترام گذاشتن تاکید کرده، و ما باید الگوی خود پیامبر بزرگوارمان محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم را قرار بدیم. رفی جان خیلی تشکر، سلامت باشی. در رابطه با اهداف پلانایت بگو، در آینده چی اهداف داری؟ بعد از اینکه به خیر مکتب را خلاص کنی، هدف و پلان چی است؟ پمتون میخوانیم دیگه، پمتون میخوانیم، یک جورنالیست با نام خدا، نام خدا، رشته خبرنگاری را خوش داری میخوانیم. بله، خبرنگاری را دیگه داریم. سال اول که من میگفتم میخوانم، تا بالا دیگه میخوانیم، ببینیم چی میشه دیگه. چرا؟ چرا علاقه من به این رشته شدی رفیق جان؟ بسیار خوب دوست داری، ولی در تلویزیون باشو خوش داره بسیار. دوست داری که روی تصویر باشی؟ بله. پشت صحنه کار کنی؟ نه، روی تصویر. روی تصویر دوست داری؟ بله. بیشتر کار کنی؟ بله. آفرین، ماشاءالله. کدام نوع برنامه رو دوست داری اجرا کنی؟ ای برنامه تفریحی، برنامه تفریحی میرن تفریح، مثال گزارش میگیرن، تایه میکنن، اونطوری خوش دارم. آفرین، آفرین، آفرین. مطمئن هستم زحمت بکشی، زحمت کار داره، مشقت های خود داره، چالش های خود را داره. بله. اما این چیزی ناممکن نیست. بله. این چیزی ناممکن نیست که تو ناامید شوی که نمیرسی. امیدوار باش، زحمت بکش، درس بخوان، تلاش داشته باش، پشت کار داشته باش، بیا یگان وقت مهمان ما شو در برنامه ها. بله. تجربه حاصل کن. بله. مطمئن باش که یک روز به جای ما مینشینی و گرداننده میشی. بله. سلامت باشید. بله. خیلی تشکر. سلامت تشکر باشید. بخیر باشید رفیق جان. حرف پیام اگر داشته باشی از خودت میشنویم برای عموی دست همسن سالای خودت. یک پیام داره به این نوجوانان. باید درس بخواند، تحصیل کند، کوشش کند، سازان کشور ماست، کشور ما را بسازد. آفرین، آفرین. چقدر نام خدا یک پیام مقبول زیبا داد رفیق جان. و بدون شک که درس بخوانین، آینده ساز افغانستان باشین، که همی شما نوجوانا و همی شما جوانا امید افغانستان، امید مردم افغانستان هستید. با تشکر فراوان از تمام همکاران عزیزم که نهایت زحمات خود را میکشند برای بهبود شدن برنامه زیبای گلبانگ. اگر شما هم وطنای عزیز، اگر شما وطندارای گل و مهربانم که
همیشه وقت حمایت کردین، تشویق کردین و مطمئنن که امو حمایت های شما، تشویق های شما بوده که ما بیشتر انرژی گرفتیم، انگیزه گرفتیم تا ای که در راستای بهبود شدن برنامه ها زحمات زیاده بکشیم. اگر شما انتقاد دارین، پیشنهاد دارین برای تغییر خوردن سگمنت های برنامه، همچنان اگر میخواین کدام پیشنهادی بتین برای ما، سری بزنین به صفحه فیسبوک تلویزیون یک و اونجا شماره همکاران من را اونجا میتونین پیدا کنین و به اون شماره پیام بگذارین. همین لحظه هم روی اسکرین های تلویزیونتان شماره واتساپ همکار خوبم اونجا هست، میتونین شماره را بگیرین و شماره پیام بگذارین. منتظر جوابش نباشین، حتما در اسرع وقت به شما پیام میگذارن. اگر کدام خلاقیت دارین، کدام ابتکار دارین، نوآوری دارین، برای ما پیام بگذارین و ما خوشحال میشیم که شما را در برنامه داشته باشیم و امون نکات خوب را به تصویر بکشیم به هموطنان ما و مطمئن هستم که این جای بس خوشی بر شما هم هست، بر ما هم هست. تشکر میکنم از تمام شماهایی که بیننده برنامه گلبانک هستین. تا اینکه من امین رحیمی با اتفاق همکارانم و به خواست و رضایت پروردگار بزرگ فردا رأس ساعت 7، البته فردا که جمعه هست، شنبه بخیر، رأس ساعت 7 الی 9 در خدمت شما حاضر میشم. شما رو به الله منان میسپارم. ایام به کامتان، وقت برتان بخیر. ان شاءالله که روز جمعه خوب و خوش داشته باشین.